سلام دوستان عزیزم، به کانال ما خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. از اینکه این کانال رو برای تماشا انتخاب کردین از شما متشکرم. یه سفر جدید رو با هم آغاز می‌کنیم و به شهر بسیار زیبای بندر انزلی در کرانه دریای خزر اومدیم. امیدوارم تصاویر این ویدیو براتون جالب و مفید باشه و شاید راهنمایی برای سفر آینده شما به این شهر. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. شهر بندر انزلی که تا پیش از انقلاب 57 ایران بندر پهلوی نامیده می شد، یکی از مهمترین شهرهای گردشگری و از مراکز مهم اقتصادی و یکی از قطبهای ورزشی در ایران است. بندر انزلی پس از رشت مرکز استان پر جمعیت ترین و بزرگترین شهر استان گیلان هست. بندر انزلی آب هوایی مرطوب داره و بارش باران در آن بسیار بالاست و از دیرباز به شهر باران نامیده میشه. بندر انزلی در غرب استان گیلان قرار گرفته. ساکنان انزلی عمدتاً از گیلک و ترک هستند. زبان شهر انزلی فارسی و گیلکی و ترکی هست. مردم بومی شهر بندر انزلی گیلک هستند و به زبان گیلکی و لهجه مخصوص به انزلی صحبت می کنند.
یکی از جاذبه های گردشگری شهر بندر انزلی کاخ موزه میان پشته هست که در منطقه میان پشته بین دو پل انزلی و پل قاضیان در محوطه وسیعی واقع شده است. در حیاط کاخ چند اراد تانک، توپ و سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین در بین درختان قرار داده شده است که از همون ابتدا نظامی بودن این کاخ موزه رو به بیننده گوشزد می‌کنه. بدنه ساختمان این کاخ موزه دو جدار و از بلوک سیمان ساخته شده است. دارای 11 اتاق و 1 سالن پذیرایی، 4 سرویس حمام و دستشویی با نمایی بسیار زیباست. این کاخ موزه در حال حاضر موزه نظامی می باشد و انواع سلاح‌های گرم و سرد از زمان صفویه تا کنون در معرض دید عموم می باشد. این کاخ موزه در میان باغ دلگشایی با درخت‌های نارنج و سرو محصور شده از شمال به آب‌های نیلگون خزر نظاره دارد. بنای این کاخ موزه که به کاخ میان پشتی معروف است در سال 1309 به دستور رضاخان و به دست مهندسان ایرانی ساخته شده است.
در طبقه پایین بنا سلاح‌های سبک و ادوات نظامی از زمان زندیه تا دوره رضاخان قرار داده شده است. طبقه دوم بنا حالت کاخ بودن خودش رو بیشتر حفظ کرده و در آن از مبلمان مورد استفاده رضاخان و مهماناش شمدان‌ها، ساعت‌های برنزی، ظروف چینی و بسیاری از ظروف دیگه و تعدادی از هدایای سران کشورهای خارجی به رضاخان نگهداری میشه.
آخرین جاذبه گردشگری که در این ویدیو ازش دیدن کردیم مورچه‌کن‌های انزلی هست. قبل از اینکه مورچه‌کن‌های انزلی احداث بشه، کانال ما بین انزلی و خازیان همانند خلیجی بود که کشتی‌های تجاری به منظور مصون ماندن از امواج و طوفان دریا به آنجا پناه آورده و در اسکله ها پهلو می گرفتند. اما امواج دریا تا داخل کانال رو می کوبید و به شناورها آسیب می رسوند. فلزا این بنای عظیم که از شاهکارهای معماری در نوع خود هست، احداث و ساخت بنای اون در سال 1914 میلادی به پایان رسید. طول مورچه‌کن قازیان 750 متر و مورچه‌کن انزلی 520 متر می باشند. دوستان عزیز، به انتهای قسمت اول سفر به شهر بندر انزلی رسیدیم. امیدوارم تصاویر این ویدیو براتون جالب و مفید بوده باشه. تا سفرهای آینده، امید دیدار.